سلام سلام امیدوارم که حالتون عالی باشه آقا بهتون قول داده بودم که براتون ویدیو آموزش یه بافت دو مصبی خیلی خاص و چرخشی و متفاوت رو براتون بذارم که امروز وقتشه خب اول از همه شما دارید موهای قرمز من رو میبینید که من هم رنگ موهام اومدم موی دو سرباز خرید کردم و میام توی مرحله اول و چه موهامو شونه کشی میکنم خب من ریشه موهام در اومده ولی خب من همچنان تصمیم داشتم که همون هم که توی بافتم مشخصه و قرمز هست اون مویی که میگیرم قرمز باشه خب بچه ما رو به صورت کامل اول شونه کشی میکنم خب دارید میکاپ منو میبینید که واقعا کامل نیست و آخر بافتم میخوام میکاپم هم رو کامل بکنم حالا میام از یک اسپری آب استفاده میکنم موها رو بهش آب میزنم بچه ها توی مواد گذاریتون خیلی وقت بذارید خیلی دقت بکنید من همیشه میگم یکی توی مواد گذاری یکی هم توی تقسیم بندیتون واقعا وقت بذارید باعث میشه که بافته شما خیلی تمیزتر باشه خیلی جذاب تر باشه و این خیلی میتونه توی لاین کاریتون بهتون کمک بکنه خب Uh, تا جایی که در واقع مناسب هست و به اندازه هست من موها را اسپری آب میزنم و بعد میام از ژل واکس ریواژن استفاده میکنم بچه ها طریقه ژل واکس زدن رو توی ویدیوهای قبلی بهتون آموزش دادم حتما برید ببینید بین دو انگشت میذارم ژل باکس رو و بعد روی موها میذارم من برای مواد گذاری واسه این بافتم با بچه خیلی بیشتر وقت گذاشتم و خب دیگه اونقدر نمیخواستم توی ویدیو باشه چون که یه حالت خیلی تکراری داشت و دوست نداشتم که اصلا توی ویدیو باشه بچه دو اسپیتون رو حالا ببینید بچه ها الان دارم اینجا شونه کشی میکنم جل باکس رو زدم حالا موها رو شونه کشی میکنم هر جای دیگه ای که دیدم لازم هستش مجدد در واقع ژل واکس میزنم و شونه کشی میکنم همونطور که بهتون گفتم من خیلی وقت گذاشتم و چون دارم خودم برای خودم این باف رو میزنم خب یه مقدار چالش هایی دارم که دیگه نخواستم در واقع بیارم داخل ویدیو چون که یه حالت خیلی تکراری و خسته کننده داره ببینید بچه ها همچنان دارم روی موادگذاری مهم کار میکنم موادگذاری شما خیلی مهم هستش بچه دوم اسبیتون رو به چندین روش میتونید ببندید که حالا براتون میگم از این کشا استفاده میکنم ببینید بچه ها میتونید اون قسمتی که میخواید در واقع موها رو دوم اسبی بزنید باهاش دقیقا همونجا رو یک بافت کوچیک بزنید به حالتی که در واقع دایره داشته باشه برای اینکه از در واقع جلوگیری بکنید از ریزش که میتونید لایه به لایه موها رو از پایین مواد گذاری بکنید و بعد ببندید به سمت بالا یا میتونید در واقع سر رو به سه قسمت تقسیم بکنید پایین وسط و در واقع قسمت بالای مواد گذاری بکنید و بعد دو اسبیتون رو ببندین از هر در واقع سه میتونید استفاده بکنید خب دارید موهای خوشگل من رو میبینید خیلی رنگش دوست دارم بچه ها دوباره میام از یکش دیگه استفاده میکنم بچه ها موها رو باید حواستون باشه که حتما از در واقع وسط دست گرفته باشید میام یکیش رو میذارم روی موهای خودم و اون یکی قسمت موی دو سربازم هم, هم به سمت جلو قرار می... در واقع سمت جلو قرار میگیره حالا میام با یک کش به صورت کامل این موها رو در واقع محکم میبندم خب بچه من چون خودم دارم برای خودم این موها رو میبندم و در واقع میخوام این باف رو بزنم یه سری چالش ها دارم که شما طبیعتا روی سر مشتری مدلتون بزنید این چالش ها رو ندارید خب بچه ها حالا میام یه قسمتی از مو رو جدا میکنم و با یک قلاب آفرو ادامه اون رو که دوره کش هم پیچوندم که اونا رو مخفی بکنم میندازم زیر اون قسمت گره و ادامه مون رو با قلاب آفرو میکشونم بیرون همین جوریش هم واقعا جذابه خیلی دوستش دارم بچه ها خب بریم سراغ آموزش آقا موها رو به چهار دسته باید تقسیم بکنید لایه سمت چپتون میاد روی لایه کناریش و لایه سمت راست شما میاد روی دوتای کناریش بچه لایه سمت چپ میاد روی کناریش و لایه سمت راست شما میاد روی دوتای کنارش بچه ها از اول تا آخر بافت باید همینطور بزنید روال کلی بافتتون همین هستش و در واقع یه بافت بسیار بسیار خاص هست بچه ها حتما کانال خودتون رو سابسکرایب بکنید ویدیو رو حمایت بکنید لایک بکنید کامنت برامون بذارید و شما در حال دیدن نتیجه کار هستید بچه ها یه بافت بسیار زیبا ساده و متفاوت خیلی خیلی دوستتون دارم خدا نگهدارتون